سلام علیکم، حالتون چطوره؟ خوش اومدین به یه ویدیو جذاب دیگه از چنل ارشاد فیلم. توی این ویدیو در مورد ایرانی ها و فیلم های ایرانی که توی جشنواره ونیز 2022 حضور داشتن و کلی هم ترکوندن و جایزه گرفتن میخوام صحبت کنم، معرفیشون میکنم و در موردشون نظر خودم رو میگم. پس بدون معطلی بریم این ویدیوی جذاب و دیدنی و حال خوب کن رو با هم دیگه ببینیم. سیدی شاوس لباساتو رو در بیارین. فیلم اول جنگ جهانی سوم به کارگردانی هومن سیدی و با بازی محسن تنابنده. داستان این فیلم از این قراره که شکیب یک کارگر میانسال روزمزد بی خانمان هستش که چند سال پیش همسر و پسرش رو توی زلزله از دست داده و حالا توی اون ساختمونی که داره کار میکنه معلوم میشه که صحنه یه فیلمی درباره جنایات هیتلر توی جنگ جهانی دوم هستش. وقتی که بازیگر نقش هیتلر به طور ناگهانی در طول فیلم برداری میمیره، شکیب رو به خاطر شباهت عجیبش به هیتلر به عنوان جایگزین بازیگر قبلی انتخاب میکنن و خونه بزرگی رو بهش میدن و از اینجاست که مشکلات شکیب شروع میشه. فیلم جنگ جهانی سوم در جشنواره ونیز دو تا جایزه خفن در بخش افق جشنواره رو برد. یکی جایزه بهترین فیلم برای هومن سیدی و دومیش هم جایزه بهترین بازیگر مرد برای محسن تنابنده که دمشون گرم واقعا و تبریک هم میگم بهشون. فیلم از World War 3 by هومن سیدی. این فیلم 7 دقیقه توسط تماشاگرها تشویق شد و منتقدا هم نظرات مثبتی داشتن در موردش. مثلا جاناتان هالند گفته این فیلم یک کمدی سیاهه که نشون میده چطوری یکی از قربانیا یاد میگیره که از ستمگرای خودش تقلید کنه. کیت بلانشت رو هم که همتون احتمالاً میشناسیدش گفته که همه فیلم‌های جشنواره رو دیدم اما فیلم جنگ جهانی سوم از ذهنم بیرون نمیره. هومن سیدی بارها نشون داده که کارگردان فوق‌العاده‌ایه. آخریش هم توی سریال قورباغه بود که از نظر خیلیا بهترین سریال نمایش خانگی تاریخ ایرانه. من که خیلی منتظر فیلم جدیدشم و امیدوارم هر چی زودتر توی ایران هم اکران بشه. فیلم دوم شب داخلی دیوار به کارگردانی وحید جلیلوند و با بازی نوید محمدزاده و امیر آقایی که قبلا این سه نفر توی فیلم بدون تاریخ بدون امضا با همدیگه همکاری داشتن. این فیلم درام داستانش از این قراره که یه مرد نابینا به اسم علی، همون نوید محمدزاده، میخواد خودکشی کنه اما سرایدار اون ساختمون جلوش رو میگیره. حالا این وسط یه زنی به اسم لیلا که از دست مامورای امنیتی فرار کرده توی این ساختمون و خونه علی قایم میشه و پلیسا هم دارن دنبالش میگردن و ما شاهد داستان درام علی و لیلا هستیم که از نظر عاطفی به همدیگه وابسته میشن. این فیلم نامزد دریافت جایزه شیر طلایی در جشنواره ونیز شده بود اما جایزه ای نبرد. نوید محمدزاده هم که با همسرش خانم فرشته حسینی توی این دوره جشنواره شرکت کرده بود، بازیش توی این فیلم خیلی مورد توجه و تشویق منتقدا قرار گرفت و کلی ازش تعریف کردند. در کل از این فیلم هم تعریف کرده بودند هم کلی نقد منفی بهش داشتند و گفتن که این فیلم خیلی ناخوشایند و غم انگیز هستش. در مورد نوید محمدزاده هم باید بگم که احتمالاً همتون داستان ممنوع‌الکاری خودش و همسرش رو بعد از جشنواره کن شنیدین به خاطر فیلم برادران لیلا و اون لحظه ای که نوید و همسرش همدیگه رو بوسیدن. حالا نوید محمدزاده توی جشنواره ونیز گفته که این خبر صحت نداره و الان داره توی یه سریال به اسم آکتور بازی میکنه. فکر میکنم که فیلم شب داخلی دیوار توی ایران بازخوردهای خیلی خوب و مثبتی بگیره. راستی اگه تا اینجای ویدیو ازش خوشتون اومده لطفاً لایکش بکنید و چنل مرشاد فیلم رو هم سابسکرایب بکنید. دمتونم گرم، بریم سراغ ادامه ویدیو. فیلم سوم بی رویا به کارگردانی آریان وزیر دفتری که طناز طباطبایی و صابر عبر داخلش بازی میکنن. فیلم بی رویا داستان یه زوج جوونه به اسم رویا و بابک
که میخوان از ایران مهاجرت کنن. دو هفته قبل مهاجرت یه دختر بینام و نشون وارد زندگیشون میشه که زندگی رویا رو از این رو به اون رو میکنه و هویت رویا دچار تغییر زیادی میشه. این فیلم توی 40مین دوره جشنواره فجر هم شرکت کرد که طناز طباطبایی جایزه نقش اول زن رو بردش و توی جشنواره ونیز هم حضور داشت. هومن سیدی هم یکی از تهیه کننده های این فیلم هستش. در نهایت فیلم بی رویا تو بخش اکسترای افق جشنواره ونیز نامزد شد اما جایزه ای نبرد. فیلم چهارم فیلم خرس نیست به کارگردانی جعفر پناهی، کارگردان سیاسی و مخالف نظام ایرانی. این فیلم نامزد دریافت جایزه شیر طلایی شد و جایزه ویژه هیئت داوران رو بردش. فیلم خرس نیست دو داستان عاشقانه موازی رو نشون میده که توی اون عاشقان با مشکلای پنهان، نیروی خرافات و قدرت دارن مبارزه میکنن. نکته جالب این فیلم اینجاست که به طور مخفیانه قسمت‌هایش در ایران فیلم برداری شده. جعفر پناهی کارگردان فیلم خرس نیست در تیر ماه سال 1401 به خاطر تبلیغات علیه نظام دستگیر و به 6 سال حبس در زندان اوین محکوم شد. فیلم خرس نیست به خاطر اصالت و کارگردانی نقدهای مثبتی از طرف منتقدا دریافت کرد. جشنواره ونیز این دوره حاشیه هم کم نداشت. از توف کردن هری استایلز به سمت صندلی کریس پاین تا عکس‌هایی که هومن سیدی و محسن تنابنده با کیت بلانشت و جولین مور یکی از داورهای جشنواره گرفتن و کلی توی ایران این عکس‌ها سر و صدا کرد. لیلا حاتمی بازیگر خوب کشورمون هم یکی از داورهای این دوره بودش. دمتون گرم که تا آخر این ویدیو مثل همیشه همراه مرشاد فیلم بودید. امیدوارم لذت برده باشید. اینکه ایرانی‌ها توی این دوره از جشنواره ونیز گل کاشتن و جایزه هم بردن خیلی اتفاق خوشحال کننده ای هستش. لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال مرشاد فیلم یادتون نره. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید. مخلصم.